سلام، بیایید درس نو مصنف ابتدایی الستراتور را شروع کنیم. صنف قبلی ما با استفاده از پنتول روی ردیابی یک گل کار کردیم. امروز بعد از انجام ساقه، برگ و پس زمینه نقشه را به پایان می رسانیم. برای ردیابی ساقه و برگ تصویر نمونه را باز می کنیم. فایل و بعد اوپن. تصویر را انتخاب کنید. کنترل سی. کنترل وی. بزرگ نمایی کنید. گلی که می خواهم ردیابی کنم کیهان نام دارد. بسته به این که کدام گل را انتخاب می کنید. برگ ها متفاوت به نظر می رسند. تصویر هر گل را که دوست دارید ذخیره کنید. آن را انتخاب کنید. Object، بعد Lock، سپس انتخاب نمی شود. درست است؟ برای بزرگ نمایی کنترل مثبت. ما برای ردیابی ساقه اول از تول پن استفاده خواهیم کرد. بیایید برای فل کالر رنگ سبز را انتخاب کنیم. و آن را به استروک تغییر دهید. بنابراین در جریان کشیدن مشکل نخواهد داشت. هنگام رسامی کردن ردیابی خطهای منحنی ممکن است سخت‌ترین قسمت باشد. برای اینکه یک خط منحنی را روان‌تر بیان کنید، بهتر است آن را به قطعات کوچک کوتاه کرده و به این صورت بیان کنید. این تقریبا با تک خط کشیده شده است. اما می‌بینید که خط منحنی خیلی خوب بیان نشده است. درست است؟ اگرچه ممکن است ناخوشایند باشد، اما با شکستن مسیرها بیان خطهای منحنی آسان تر است. همان طوری که همیشه به شما می گویم، هنگام کشیدن، بریدن جهت دستگیر را فراموش نکنید. از تخیل خود برای رسم کردن قسمت هایی که در تصویر دیده نمی شود استفاده کنید. همان طوری که می بینید، زاویه های تیز زیاد وجود دارد. احتمالاً بیشتر کارهای شما به این شکل خواهد بود.
اما نگران نباشید، برای صاف کردن زاویه های تیز از اسموت تول استفاده کنید. اما یک چیزی که باید به یاد داشته باشید این است که اسموت تول همه چیز را حل نمی کند. خب، بیایید این ساقه را به منطقه سفید بیاوریم. می بینید که زخامت آن هر طرف را گرفته. چه کنیم وقتی این اتفاق می افتد؟ شاید خوب باشد که به درس قبلی که در مورد جعبه ابزار یعنی تول باکس توضیح دادم مراجعه کنید. گفتم ما برای ایجاد تغییر در برخی از قسمت‌های شکل از این تیر سفید و یا دایرکت سلکشن تول استفاده می‌کنیم. وقتی می‌خواهیم این قسمت را داخل آن بگذاریم از چی استفاده کنیم؟ اگر آن قسمت را بکشید می‌بینید که فقط این نقطه انتخاب شده است. ما قادر به ایجاد تغییرات ظریف هستیم. بیایید این قسمت ناهموار را داخل بگذاریم. پس از انتخاب با سلکشن تول یک بار دیگر با استفاده از دایرکت سلکشن تول مشکل ندارد. اما در نخست می توانیم قسمت کوچک را با دایرکت سلکشن تول بکشید. ما می توانیم این را داخل آن قرار دهیم یا برای اصلاح کردن جاهای منحنی دسته تغییرات ایجاد کنیم. برای صاف کردن ساقه از آن روش استفاده کنید. اگر فکر می کنید کارتان تمام هست، فعلا برگ ها را ردیابی می کنیم. یا می توانیم از پن تول برای رسم کردن برگ ها تک به تک استفاده کنیم و یا از برش برای ترسیم آنها استفاده می کنیم. می توانید روش آسان تری را برای خود انتخاب کنید. بیایید ردیابی برگ‌ها را شروع کنیم. هنگام ردیابی با پن تول، اگر فل کالر انتخاب شده است، آن را با استروک تغییر دهید، به خاطر که این یک دوره ابتدایی است. ردیابی دقیق برای هر کدامشان اهمیت بیشتر نسبت به سرعت انجام را دارد. ممکن است خسته کن باشد. اما مهم است که برای ردیابی دقیق یک چیز به تمرین با پن تول ادامه دهید.
اگر اشتباه کرده اید تشویش نکنید. با کنترل زیتان را واگرد کنید. هنگامی که اولین و آخرین نقطه به هم ملاقات می کنند، یک دایره در کنار پنتول ظاهر می شود. متوجه این دایره باشید و بررسی کنید و روی آن کلک کنید. هر قدر برگ ها را می خواهید ردیابی کنید. یادتان هست که در ابتدا به شما گفتم پنتول ابتدایی و ساده ترین ابزار در الستراتور هست. برخلاف فوتوشاپ، الستراتور برنامه ای هست که توانایی رسامی را در کامپیوتر به حد اکثر می رساند. به همین دلیل باید بتوانید با پنتول در بین بسیاری از ابزارهای دیگر نقاشی کنید. بنابراین تا زمانی که دستتان به آن عادت کند آن را ادامه دهید. هنگامی که یک برگ را ردیابی می کنید خوب است که آن را تا این قسمت داخل ساق ردیابی کنید. بیایید آن را خلاص کنیم. همه شما کلیدهای میانبر را برای بزرگنمایی و کوچکنمایی به یاد دارید؟ کنترل مثبت، کنترل منفی. اینها اصول است و دکمه اسپیس را نیز به یاد داشته باشید. برای برگ‌هایی که رسم کردیم به فیل کالر تبدیل شوید. من قصد دارم یک برگ دیگر اینجا بکشم. من قصد دارم یک برگ را کنار تصویر ردیابی کنم و آن را اینجا بکشم. اگر می خواهید یک منحنی صاف رسم کنید، مهم است که به استفاده از دستگیر برای بیان بهتر جاهای منحنی عادت کنید. به تمرین با دسته ادامه دهید و وقت دایره ظاهر شد آن را خلاص کنید.
با استفاده از سلکشن تول تمام برگ‌های خلاص شده و ساقه را انتخاب کنید و آنها را توسط کنترل جی گروه بندی کنید. یا می توانید پس از انتخاب همه موارد کلیک راست کنید تا گروه را انتخاب کنید. من به شما گفتم گروه برای اتصال اشیاهای مختلف به یک مورد استفاده می شود. در حال حاضر می توانید 3 برگ و 1 ساقه را ببینید. بنابراین در مجموع 4 اشیا یک جا با هم متصل می شود. خب، بیایید فعلا آن را به گلی که در صنف آخر رسم کردیم متصل کنیم. اندازه ساقه را طور تنظیم کنید که متناسب باشد. برای ثابت نگه داشتن نسبت آن، در هنگام کشیدن کلید شیفت را فشار دهید. آنها را به هر شکلی که دوست دارید قرار دهید. اما اینجا ببینید، ساقه بالای برگ هست. چه کار باید انجام دهیم؟ آیا عملکرد ارنج را به یاد دارید؟ وقتی چندین اشیا روی هم جمع می شوند، ارنج به ما اجازه می دهد چیزی را به قسمت عقب یا جلو بفرستیم. ما ساقه را به عقب می فرستیم. آن را انتخاب کنید، سپس کلیک راست کنید. ترتیب ارنج و بعد ارسال به عقب، سنت و بک. یا به منوی بالا، آبجکت، ارنج، سنت و بک بروید. میبینید که به عقب منتقل شده است. فعلا آن را به اطراف حرکت دهید تا در بهترین موقعیت قرار گیرد. می توانید آن را کمی بچرخانید. در حالی که توسط سلکشن تول انتخاب شده است، مکان نما را در گوشه قرار دهید و مکان نما تغییر می کند تا بتوانید اندازه را تنظیم کنید یا شکل را بچرخانید. وقتی با سلکشن تول انتخاب می کنید، انجام این نوع تغییرات امکان پذیر است. اگر گل را ببینیم، همه چیز جداگانه انتخاب می شود. درست است؟ اگر بخواهیم این گل را کپی کنیم، انتخاب هر قسمت تک به تک مشکل است. به همین دلیل است که ما این گل را در یک شی واحد قرار می دهیم. با ابزار سلکشن بکشید. اما ساقه نیز انتخاب شد. بنابراین کلید شیفت را فشار دهید و روی ساقه کلک کنید. سپس خواهید دید که اکنون فقط گلبرگ ها انتخاب شده است. من آنها را توسط کنترل جی گروه بندی کردم. اگر دوباره روی آن کلیک کنیم، یک جا شد. آیا می توانید ببینید یک جایی حرکت می کند؟ من قصد دارم عکس‌های قفل شده را حذف کنم. Object، Unlock. فعلا ما قادر به انتخاب این تصاویر هستیم. Delete را فشار دهید. کمی گل را تنظیم کنید تا زیبا شود.
بنابراین ما از پن تول، برش تول در الستراتور برای ردیابی تصویر یک گل استفاده کردیم. فعلا ما می خواهیم از این برای بیان کردن یک زمین گل ها استفاده کنیم. چطور می توانیم انجام دهیم؟ این دو به صورت جداگانه گروه بندی می شوند. اما ما می توانیم آنها را به یک گروه تبدیل کنیم. همه را با سلکشن تول انتخاب کنید و سپس کنترول جی. با هم یک جا شد. در حالی که انتخاب شده است، آن را با کلید آلت کپی کنید. هر قدری که می خواهید کپی کنید. یک تپه کوچک در پشت سر رسم کنیم. یک رنگ سبز روشن را انتخاب کنید و آن را فقط به عنوان استروک کالر بگذارید. با استفاده از پن تول یک تپه ساده رسم کنید. اگر خطکش یعنی رولرز باز نیست، کنترل آر را فشار دهید تا بیرون بیاید و دستورالعمل‌ها را بیرون بیاورید. خطوط را در کنار راهنما رسم کنید. سپس می توانید به راحتی زاویه درست کنید. ما استروک کالر را به فیل کالر تغییر می دهیم. آیا عملکرد ارنج را که یاد گرفتیم به یاد می آورید؟ رسامی را انتخاب کنید. کلیک راست، ارنج، سند تو بک. شما می توانید اندازه را کم کنید یا رنگ را تغییر دهید. این بار ما یک تپه کوچکتر در پشت رسم می کنیم. دوباره فقط استروک کالر را انتخاب کنید و یک تپه در عقب بکشید. به خاطر که توسط تپه پیش رو پوشانده خواهد شد، نیاز نیست که خط پایین را با راهنما تماس دهیم. فقط قسمت را که می توانیم ببینیم بکشید. هنگامی که یک شکل را به پایان می رسانید، باید روی آن کلیک کنید. وقت دایره کوچک را در اولین نقطه لنگر می بینید، شکل کامل هست. در غیر این صورت به یک شکل کامل تبدیل نمی شود. می بینید خط قطع شده است؟ نگران نباشید، اما با کنترل زد آن را واگرد کنید. سپس دوباره آهسته اما دقیق روی آن کلیک کنید. تغییر بدهید. استروک کالر را به فیل کالر. ارنج بعد سند تو بک تا دوباره برگردد.
آیا باید اندازه گلها را کوچک کنیم؟ با سلکشن تول بکشید. با فشار دادن کلید شفت آنچه را که نمی خواهیم انتخاب کنید. هنگامی که فقط گلها انتخاب می شوند، کلید شفت را فشار دهید تا اندازه آنها تغییر کند، اما همان اندازه را حفظ کنید. آیا آن را حفظ کرده اید تا فعلا؟ گلها را کوچکتر کردیم. فکر می کنم فعلا می خواهم آسمان را بیان کنم. آیا یک رنگ آبی آسمانی زیبا با استفاده از گریدیشن قرار دهیم؟ خب، برای رسم مستطیل باید اولین گزینه را در رکتنگل تول، کوادرنگل تول را انتخاب کنیم، درست است؟ با مراجعه به رهنما یک مستطیل را به اندازه دلخواه خود رسم کنید. نیاز نیست به رسم کردن قطعاتی که قرار است پنهان شوند، درست است؟ اول فیل کالر را نان کنید، سپس روی گریدینت در کنار نان کلیک کنید. از وقتی که دفعه قبل یک گل رسم کردیم، تنظیمات تغییر نکرده است. اگر پنجره گزینه گریدینت تول را مشاهده کنید، می بینید که تایپ به صورت رادیال تنظیم شده است. آن را به لینر تغییر دهید. بیایید رنگ را تغییر دهیم. اما در حال حاضر رنگ‌های زیادی در سویچز نداریم. در فوتوشاپ و ایلستراتور گزینه‌های چپ تنظیم شده به طور پیش‌فرض وجود دارد. روی مثلث کوچک در پنجره گزینه سویچز کلیک کنید. لایبرری سویچ را باز کنید. RGB دیفالت. وقتی گل را رسم کردیم از گزینه گاردن استفاده کردیم، اما این بار قصد داریم از رنگ هایی که از قبل تعیین شده استفاده کنیم. سفید را در اولین سطل رنگ بریزید. سپس به سطل دوم آسمانی. خوب به نظر نمی رسد به خاطر گریدیشن به صورت افقی اعمال شده است. گریدین تول را در تول باکس انتخاب کنید. سپس گریدیشن را دوباره به صورت عمودی بدهید. تنظیمات را کمی تغییر بدهید تا زیبا شود. من از خودم را به این گونه درست می کنم. فعلا همان طوری که قبلا یاد گرفته ایم آسمان را به عقب می فرستیم. راست کلیک کنید. Arrange بعد Send to Back. ما یک آسمان عالی را تکمیل کردیم.
روی View Path Guides بعد Clear Guides کلیک کنید. ما از این دستور لمله ها خلاص شدیم. یک فایده ایلستراتور این است که برای نقاشی های رسم شده با پن تول پیکسل های آنها هر چقدر هم که بزرگ نمایی کنیم کم نمی شود. برخلاف فوتوشاپ هر چه پیکسل ها را بزرگ نمایی کنیم پیکسل هم کم نمی شود. بنابراین این ابزار بهترین ابزار برای طراحی است. بیایید بزرگ نمایی کنیم. خیلی زوم کردیم اما میبینید که پیکسل ها کم نشدند. این به این دلیل است که ایلستراتور در وکتورز بیان میکند نه رکسلز. میتوانید بررسی کنید که خراب نشده است. وقتی تصویر را کپی می کنیم و دقیقا از یک رنگ برای همه استفاده می کنیم ممکن است کمی مصنوعی به نظر برسد. بنابراین ما می خواهیم چند رنگ ساقه را تغییر دهیم. هن گروپ را انتخاب کنید. ساقه را انتخاب کنید و می توانید رنگ را از پنجره گزینه یا از فل کالر تغییر دهید. یا می توانید از دیفولت RGB یا گاردن سویچز یکی را انتخاب کنید. از هر روشی که دوست دارید استفاده کنید. تغییر رنگ ممکن است به تمرین نیاز داشته باشد. بنابراین خوب است چند بار آن را تمرین کنید. از صنف‌های متوسط تمام جزئیات مربوط به رنگ‌ها را در حالت چاپ و نوع کار آن در حالت چاپ را توضیح خواهم داد. اما در صنف‌های ابتدایی ما فقط مواردی که می‌توانیم روی صفحه مشاهده کنیم را در نظر می‌گیریم. بنابراین در حال حاضر ما به رنگ‌هایی که روی صفحه می‌بینیم عادت خواهیم کرد. پس ما یک عکس را از یک گل نگاه کردیم. و آن را با استفاده از پن تول ردیابی کردیم و حتی یک پس‌زمینه ساده ساختیم. شاید سخت بوده باشد اما لطفاً آن را مرحله به مرحله تمرین کنید. و به ابزارها عادت کنید. تشکر.